بله د خبرونې په لړ کې به میلمانه هم لرو او میلمنو سره به مرکو ته هم دوام ورکوو او اوس مهال هم غواړو چې اغلې فریبا چرخی چې دا د یوې مجله لري چې غواړو هم د دې په اړه ورسره مرکه ولرو او معلومات ترې واخلو چې دا فصل نامه یې چې پیوستون نوم لري د کومې برخې دي او ډېری دوی کومو برخو ته وار ورکوي او هم کوم موضوعاتو ته چې په دې فصل نامه کې ورسره یي او همداسې تر څنګ یې دا شی په ملي راډیو تلویزیون کې هم کار او فعالیت یې کړی دی. د تیر وخت یادونه به بیا هم تازه کړو او دوی سره به مرکه لرو چې دوی پخوا ملي تلویزیون کې چې کار کوه کومې خپرونې مخته وړلې او پخوا یې خپرونې چې چمتو کولې خصوصا د اختر شپو ورځو کې دوی څه کول. اغلې چرخي سلامونه او همداسې اختر مو هم مبارک شه. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز تلویزیون ملی، همکاران بسیار عزیز و نازنین ما در رادیو تلویزیون ملی، همکارانی که در بخش تکنیک با شما همکاری میکنن، سلام و عید همه شما مبارک آرزو میکنم که عید خوب و خوش داشته باشین در کنار خانواده ها و همکاران عزیزتان و همچنان از آفات های امروزی که همه مردم دنیا از او پریشان هستند که کرونا است و دور باشین. ډیر زیاته مننه. سلامات سیدا چې د قرنطین شپې ورځې دي، تاسو هم قرنطین یاست او اوس مهال هم د روژې مبارکه میاشت تمامه شوې ده او اختر راغلی. څنګه مو اختر پیل کړ؟ هم د هیواد څخه بهر یاست، هم د قرنطین ورځې شپې دي، اختر مو څنګه پیل کړی دی تر اوسه؟ خب طبق معمول د کشوری که ما زندگی میکنیم در سویدن، اید مثل تمام کشورهایی که در دنیا هست و افغانها در او زندگی میکنن زیاد رنگ و بوی ایدی نداره، بخاطر از اینکه بعض اوقات روزایی در روزهای رسمی کاری تصادف میکنه که به هیچ عنوان ما نمیتونیم او را مثل ایدایی که در افغانستان داشتیم تشلیل بکنیم. و در مورد قرنطین گفتین، کشور سویدن از جمله کشورهایی بوده که قانون قرنطین اینجا اصلا تطبیق نشد و مردم در همین مدت روال عادی زندگی خود داشتن، با اینکه متاسفانه تعداد کسایی که مصاب شدن و از بین رفتن در ویروس کرونا فوق العاده زیاد بود، ولی من نمی‌فهمم به چه دلیل خب دولتی تصمیم نگرفت، یا به خاطر چرخش اقتصادی بود یا هر چی بود، نخواستن که قانون قرنطینه رو تطبیق کنن، ولی مردم خودشون توجه و مراد کردن. رازو دته چې د قرنطین شپې ورځې وي، تاسو هم په کور کې وای، د پیوستون فصل نامې په اړه هم مکته وایاست چې څومره مورته کار کړی دی، آیا قرنطین شپې ورځو کې دې ته مو کار نه کوو، دا هم د دې کارونه په ټپه درېدلی ول او که نه؟ خب ما بیشتر به شما گفتم که ما در سویدن قرنطین نداشتیم و کار ما روال عادی بود. مجله پیوستون از جمله کارهای فرهنگی ما است که در بیرون از افغانستان ما را شروع کردم و امروز خود را شکرگزار وی هستم که او آرزویی که ما داشتم که در بیرون از افغانستان خدمت کار رسانه‌ای یا فرهنگی بر افغانا داشته باشم که ما موفق شدم و فصل نامه پیوستون امروز فیزیکن به دسترس علاقمندان و کسایی که زحمت کشیدن از کشورهای مختلف جهان برای ما نوشته کردن، مقاله ها مطالب فرستادن، نویسنده های بسیار بسیار برجیده و سرشناس افغانستان از هر گوشه و کنار دنیا با ما همکاری کردن. ما در اول وقتی که سالهای اول که آمدم در سویدن بودن 8 سال پیش، به فکر ازی بودم که کارهای فرهنگی را در پالوی کارهای روتین روزمره خود داشته باشم. به صورت پراگنده کارهای فرهنگی میکردم، نوشته میکردم برای مجلات و یک رادیو ایجاد کردم. همچنان رادیوی ما به نام پیوستون بود در سال 2015 که این رادیو از طرف کمیته فرهنگی افغانای شهری که ما زندگی میکنم، شهر مالمو، حمایت میشد و البته حمایت مالی میشد، باز چون مربوط او نهاد بود به خاطر اونا نتونستن امو مصارف مالی بیاشه بتن، او رادیو وقفه شد. از اون زمان ما به فکر ازی بودم که یک رسانه به نام پیوستون یا فصل نامی داشته باشم که در برگیرنده تمام مردم، تمام اقشار، زبانهای دری و پشتو و خوشبختانه که در شماره که آلا زیر دست ما است و ما سرش کار میکنم، بخشهایی را برای
اهل هنودستک افغانستان، برای ملیت های افغانستان دو ایجاد کردیم، ام از زن و طفل و جوانان و جوانان در این فصلنامه با ما همکاری میکنن، مطالب روان میکنن و ما این فصلنامه را در هر 3 ماه یک بار نشر میکنم با بسیار یک کیفیت و معیار بالا و خوشبختانه که طرف استقبال مردم افغان در بیرون از افغانستان در کشورهای مختلف قسمی که من گفتم، اولین کاروان را که من کاروان پوستی مجله پیوستونه وقتی که من بسته بندی کردم و او را من میخواستم روان کنم، خودم تعجب کرده بودم که به این قدر کشورهای زیاد متانستم به بسیار فرصت کوتاه مشترکین داشته باشم، ملاقات داشته باشم. احساس کردم که افغانای ما در هر گوشه و کنار تشنه و علاقمند فرهنگ و کلتور خودشان هستند. امی که ما ایجاد کردیم فصلنامه پیوستونه، دیدیم که استقبال شدیم که این کاروان با کشور اتریش، هلند، آلمان، دنمارک، نروژ، سویدن و فعلا تا به امریکا را رسید. خوشبختانه تاسو ته په چارو کې لا هم بریا غواړم او کېدای شي هغه له چرخې دا هم راته ویست، لکه څنګه چې تاسو اوس مخکې یادونه وکړه موضوعات له هر چا څخه اخلی او هغوی خپله مقالې لیکي تاسو ته لیږي او وروسته تاسو ځای ورکوي دې فصلنامې کې. دا هم راته ووایست چې خپله ورسره موضوع شریکوي چې دې موضوع په اړه مقالې ولیکي او یا هم خپله هغه لیکنه موږ ته راستوي، هغه همکاران چې تاسو سره دي او که نه هغوی په خپل زړه مقالې او یا هم داسې لیکنې لیکي تاسو ته یې راستوي، تاسو هغه ګورئ چې کوم یو بهتر او هغه ته ځای ورکوي په دې پیوستون فصل نامه کې. بسیار سوال خوب است. من دقیقا مشخص نمی کنم که چی باید نوشته کنن، فقط امو راهکاری که در مجله ما رایج است را برشان در شروع میگیم وقتی که میخوان با ما همکار قلمی باشن، برشان میگیم که ما اینی راهکار را داریم و همچون یک مطالب را ما میخوایم داشته باشیم با اینی معیارهایی که مروج است در مجلات جهان، ما میخوایم که شما مقالاتتان بنویسین و زمانی که اونا مقالات خودم بنویسن که خوشبختانه مثل که من گفتم نخبترین نویسندگان افغانستان با ما هستند و اصلا نیاز به این نمیشه، چون کل از اونا به حد کار کرده و فهمیده هستن که تازه من از اونا چیزایی هم می آموزم خوشبختانه که اونا مطالب خود قسم برام روان میکنن که وقتی من میبینم یکیش از دیگهش بهتر میباشه و انتخاب برام مشکل میشه، به همین خاطر میباشه باز فقط مجلات شان بعد از اینکه میبینم که بعض اخلاق تایپی و علامه گذاری اوناشه، ما همراه مدیر مسئول مجله که همچنان یک خانم بسیار ورزیده است، خانم خاتون مومند، یک با یک ساعت ها در پشت تلفن، اونا در نروژ زندگی میکنن و ما در سویدن، ما در پشت تلفن یک فایل اونا باز میکنن یکی را ما یک با یک میخوانیم و مطالعه میکنیم و بعد زی که تکمیل شد ایده برای گرافیک برای پیش ما میمونن و گرافیکی را ما انجام میتم. او دا خو ستاسو کارونه ول فرهنګي کارونه چې تاسو اوس مهال ترسره کوئ، اوس راته د ملي تلویزیون د خاطراتو څخه ووایاست چې کله تاسو دلته کارمند وئ څه خاطرې په ذهن کې لرئ او خصوصا کله چې اختر او یا هم نوی کال کې ده څه ډول چمتووالی مو ورته نیوه؟ بسیار بسیار سوال شیرین، برای ما جواب بسیار شیرین هم دارم و او ای است که ما تلویزیون ملی را تلویزیون مادر میگم، به خاطر از اینکه بسیار دوست داشتنی هست، فضایش، همکارایش. در او زمانی که من بودم حداقل 8 سال پیش من در افغانستان بودم و در اداره نطاقا همکاری میکردم، برنامه های مختلف را میخواندم، اخبار مرکزی را میخواندم، خاطرات بسیار خوب و شیرین از او دوره از همکارای خود دارم، واقعا دوست داشتنی هستند. هر جایی که کارمندان رادیو تلویزیون ملی افغانستان میرن باز هم امو تپش و عشقشان به تلویزیون ملی هیچ کاسته نمیشه. خاطرات تلخ و شیرین، تلخ به دلیل از اینکه در شرایطی که ما کار کردیم بعض گپای پیش آمد که به عنوان خاطرات است که فراموش نمیشه، مثلا ما گرداننده یک جشن 8 ثور بودم که اونجا همکارای تکنیکی من همیال وقت من قصه کنم یادشان می که اونجا یک وضعیت ناامن شد و گپا، یاد همکاران بسیار عزیز ما آقای حسینی و من ایفان بخیم آقای سنگران بودن همراه ما اینا، خب بخیر باشه در حالت گریز و خب
به هر حالش هم ترسناک بود و هم گپای شیرین داشت که امیل از یک مقصه میکنم همکارای تکنیکی ما و همکارای دفتر نتاکایی رو میشنون یا چون میایه که چی گپای اونجا شده بود و در ضمنش خاطرات شیرین همی که در یک فضای بسیار صمیمانه بودیم با همکاران خود در دفتر نتاکا در مجموع در فضای رادیو تلویزیونی ملی که فراموش نشدنی است و من یک مدت طولانی را اونجا زندگی کردم و کمتر با فضای خانه ما فرق میکرد تون اون صمیمیت اون مو دوست داشتن همکارا حس اعضای فامیل برام میداد و حالا هم که ما تلویزیون ملی را میبینم از بیرون میبینم بعض اوقات خوشحال میشم تغییرات و تنوع در ساختار کاری تلویزیون ملی آمده به خاطر معیارها را در نظر گرفتن ولی چیزی که یک کم ناراحت کننده است که از یک تعداد کسایی که اونجا هستن همکاران سابقه ما که اونجا هستن که هر کدامشان کانی از تجارب هستن کمتر استفاده میشه به خاطر ما چون چیرایشان کمتر میبینم در تلویزیون ملی یک مقدار برشان ناراحت میشم و میگم که اینا کسان هستن که با عنوان معلمین میتونن کار کنن و میتونن که به ادامه بتن و همکار باشن در پهلوی همکارانی که تازه وارد هستن جدید هستن اینا با تجارب جدید معیارهای جدید و اونا با معیارهای تجربه خود میتونن که اما کمبودایی که در یک دگه وجود داره را تکمیل بکنن و این بر ما بسیار دوست داشتنی میباشه اگر ما در با عنوان یک بیننده که سابق در قلب رادیو تلویزیون بودم و امروز از بیرون تماشایش میکنم بسیار خوشایند خواهد بود که من چهره های با تجربه تلویزیون ملی را که هر کدامشان سرمایه ملی افغانستان هستن نیست در کنار شما عزیزان و نازنینایی که من امروز میبینم تان و ماشاءالله چی مقبول معلوم میشه این اردوی شما و با استعدادم هستین دیگه باشن این دوست داشتنی تر است و تلویزیون های معیاری دنیا هم همین شکل است. خب امیدوار هستم که این شکل انتقاد کسی فکر نکنه، فقط به عنوان یک بیننده نظر داشتم و چون تلویزیون ملی را قلبا بسیار زیاد دوستش دارم و میخوام اون گپای دل خود بگویم. بانو چرخی سلامه مرم بپذیرین و بدون شک این صحبتتان هم قبول میکنیم بخاطر از اینکه او دوستایی که شما یاد کردین در پست های مدیریتی مصروف آموزش دیگه کارمندا هستن و از تجربهشان حتما استفاده میشه. یک برنامه‌ای که من شخصا همیشه او وقتا تعقیب میکردم میدیدم چون او وقت تازه به کار رسانم آغاز کرده بودیم برنامه آموزگاه ذهن بود آزمونگاه ذهن بله. آزمونگاه ذهن در قدم نخست نباید سلام شما را علیک بگویم خوشوقت هستم که با شما مخاطب هستم بعضی پروگرام های شما را میبینم از طریق لایف ماشاءالله جوان با استعداد هستین که موفقیت برتان آرزو میکنم دقیقا برنامه آزمونگاه ذهن از جمله برنامه هایی است که من برای اولین بار در تلویزیون ملی تجربه کردم و شروع کردم بعد از اینکه من کورس گویندگی را به اتمام رسانم برنامه آزمونگاه ذهن آغاز کردم. البته او شرایط بسیار با شرایط شما فرق میکرد چون بعد از رژیم طالبان حضور خانم ها مخصوصا در روی استیج با جوانان نه قدر ساده نبود مثل امروز ولی چون عشق و علاقه به کار بود سعیست که تعدیدهایی هم داشتیم نگفته نه مانه که رو باید بگویم دیگه سر از او ما با مجرعت با تمام برنامه را به نام آزمونگاه ذهن که از سالها بود نبود که ما ایجادش کرده بودیم منطقه ما برش یک رنگ رونق دیگه بعد از حکومت طالبا دادیم چون جوانان فوق العاده تشنه برنامه های تفریح هستند و دو زمان هم بودن حالا یک چیز دیگه را که من میخواستم بگویم اویی است که تلویزیون ملی ماشاءالله بسیار خوب شده ولی از تفریح و از خوشی میگه بسیار اندک هستش کاش که کمه یفزید چوا برنامه های تفریح و یک تو که سیاسی هست همیاله با مردم خسته هستن از این وضعیت خدا کنه که مسئولین صدای مره که مشنوند در مورد یک کمه فکر بکنن که تلویزیون است که ملی باشه در پهلوی مسائل سیاسی اخبار و یقا خوب است که برنامه های تفریحی داشته باشن مثلا اون زمان اونمو برنامه آزمونگاه ذهن قدر بیننده تلویزیون ملی به خاطر چی که جوانان که اشتراک میکردن می آمدن اینا با دوست و رفیق و آشنا و هر آن کس که داشتن خب من پنجشنبه شب در آزمونگاه ذهن هستم و این خودش یک وسعت امروز اگر سیس از طریق انترنت ما بیننده جذب میکنیم ولی فیزیکن در مبین تالار و احساسات جوانان و یک حسی بود که من تا دنیا رو فراموش نمیکنم و دوستش دارم دیگر اگر همچو برنامه های باز هم در کنار برنامه های تلویزیون ملی باشد من متوجه شدم که
یک روز تلویزیون خانه بودم، همینجا نشسته بودم و تلویزیون ملی تماشا میکردم. از ساعت 2 بجه قصه کرونا بود و تا ختم خبر 8، و مطمئن هستم که این مردم تحت تاثیر روحی قرار میتن در پهلوی ازی. خوب است که گپای خوب دیگه باشه. درست است که مردم ما نیاز دارن برای فهماندن، ولی یک حدی هم برای مسائل تفریحی و دموکی، چون خود دپریشنی که ایجاد میشه از شنیدن اخباری خودش جبران ناپذیر است بر مردم دنیا. دیگه در کشورهایی که ما زندگی میکنیم تبلیغات فوق العاده زیاد است، ولی نه به حدی که روان مردم تخریش بکنه. دیگه این پیشنهاداتی بود که من خواستم به عنوان یک فرد بسیار کوچکی در تلویزیون ملی که گفتم پیشترم به شما که قلبان به نهایت تلویزیون ملی را دوست دارم. وقتی در فضای رادیو تلویزیون ملی می باشم، احساس میکنم که یک دنیا هستم که هیچ حساب نمیشه. لطف میکنم. دیگه به خاطر میخواستم نظرات خود شریک کنم، چون آل دیگه من در خانه خود هستم فیتانم. لطف میکنین بانو چرخیال. خب فعلا میگن ریش قیچی به دست شما هست، میتونین که اظهار نظرم بکنین. اما جدا از تمام موضوعات، از آزمونگاه ذهنم یاد کردین و بعضی برنامه هم که شما داشتین، گاه گاهی شده که بعضی از خاطرات مثلا از آزمونگاه ذهن به یادتان بیه، همراه خودتان یک لبخندی داشته باشن، خنده بیه، یک جواب جالبی داده باشن کسی از اشتراک کننده در برنامه همراهتان؟ بدون شک برش گریانم کردیم، خندام کردیم. خب بسیار خوب، بشه همراه شدیم. چطور نه، من وقتی که سویدن آمدم بعد از اینکه درس لسان گپار خلاص کردم، من برای یک تعداد جوانایی که تازه وارد به افغانستان از افغانستان به سویدن بودن کار میکردم، من برای اداره مهاجرت تقریبا 4 سال، و یک تعداد زیاد جوان در سال 2015 آمدن به طرف کشورهای اروپایی و همچنان به کشور سویدن. اینجا جوانایی که میمدن هر کدومشون در جای کار که مر میدن او نتا قاسمونگای زین، او نتا قاسمونگای زین، و این یک احساس عجیب بود که من باش دوست داشتن با ما صحبت کنن و دوست داشتن که از خاطرات آسمونگا بگوین. هر کدامش می آمد که مثلا ما یک وقتی که آسمونگا را می دیدیم، اگر برقا نمی بود جنراتور روشن می کردیم و همچون چیزای خوب، احساس بسیار خوب می داد برمه. و گاگای باز پشتی نمی وضعیت دق می شدم، چون مهاجرت شما می فهمین که مشکلات سختی های خودم داره. یاد می کردمش خاطرات خوش گفتیم. ممکن که اولین پروگرام آزمونگای ذهن بود که من روی استیج رفتم و در تالار لیسه استقلال بود، و اونجا به حد بیروبار بود که بسیار تعجب آور. اصلا وقتی من سر استیج رفتم ضربان قلبم شروع کرد به زدن، چون تجربه هم کم بود، تازه از کورس هم فارغ شده بودم. دیگه سر استیج رفتم، این مردم، این جوانان، احساسات چک چک اینا را دیدم، قلبم میزد و حتی خودم این صدا را میشنیدم. امی که آمدم سر استیج، خب وقتی گپ میزدم صدای خودش شنیده نمیتونستم بطور تحت. خب به هر حالش این مرحله اول گذشت و مرحله دو بعدش هم شروع شد. وقت موسیقی، وسایل موسیقی رو چینم روی استیج و من میکروفون گرفتم که برم انانس بودم که موسیقی شروع میشه. روی استیج که می آمدم که یک دمی جوان ها صدا کردن که پرده اول هم میگیم و این خاطره بود که من هیچ وقت اینو فراموش نمیکنم. دیگه خاطرات زیاده از تلخ و شیرین هر گبر بگویم ساعت ها که گنجایش برنامه شما یقینا نیست. بس بخیر، من اگر افغانستان آمدم رادیو تلویزیون بازی قصه ها را از نزدیک میکنیم. حتما شما را حتما وقتی که آمدین دعوت هم میکنیم. اما چون فرصت داری بخش تمام است، مهمانه دیگه هم داریم که باید صحبت کنیم. خیلی کوتاه میشه اگر جواب بتین، خیلی زیاد ممنون میشیم که چی باعث شد بیایم به طرف نطاقی؟ میخوایم بپرسم استعداد، چهره و یا شوق؟ بسیار جالب. خب ما وقتی که به کار نطاقی شروع کردم، قسمی که به شما گفتم بعد از حکومت طالبا بود، شروع حکومت آقای کرزی، آمدیم یک کورس بسیار کلان در تلویزیون ملی ایجاد شده بود، برش اعلانات بود، پدر من خداوند مغفرت بکنه از جمله کارمندان رادیو تلویزیون ملی بودن. باز وقتی من از این قصه شنیدم، چون از بسیار زمانای دوران که من شاگرد لیسه استقلال بودم، من آنسر بودم و یکان چیزای در مکتب بودم، برنامه فرهنگی بودم، دوست داشتم و احساس
میکردم که یک زمان باید من در پشت میز خبر ساعت 8 باشم و این یک خیال بود پیش من. بعض وقتا میشتم در خانه پیش پدرم یکان مطالب میخواندم، باز میگفت صدایتم خوب است، سوادتم خوب است، کار کو سرعتی و گپا. وقتی که زمینه مساعد شد به این که گفتن خانما یک کورس حدودا 400-500 نفری، من میفهم شما ساعت هم میبینین، من زیاد پر گفتم 400-500 نفری اینجا آمدن و ما کورس شروع کردیم در امی تالار لیسه استقلال، در تالار رادیو افغانستان. و از اونجا بود که استادای بسیار ورزیده مثل استاد شفق جان حبیبی و دیگر استادا امتحان میگرفتن. وقتی که امتحان گرفتن در بین این 400-500 نفر بودن، 40 نفره برای کورس گرفتن که من هم در او آمدم و کورس انوز داخل کورس بودم که بر من آزمونگاه ذهن دادن و خود به خود اینمی استعداد من مرم تشویق کرده رفت که در یه عرصه پیشتر برم و پیشتر برم. بسیار تشکر بانو فریبا چرخی، همکار خوب ما، و با امید موفقیت بیشترتان. اید باز هم به شما تبریک باشه و موفقیت بیشتر برتان میخواییم. شما هم زنده و سلامت باشین. ممنون از اینکه فرصت برای من مساعد کردین که آمدم و با شما عزیزم آشنا شدم به این شکل، گرچه که آشنا بودم از طریق تصویرتان و برنامه هایتان. و همچنان سلام مرا برای همکاران عزیز ما که در ارشیو تکنیک هستن، هم رساندین وسیله شدین، و برای عزیزانی که در اداره نتاقا هستن که بسیار صمیمانه برشون سلام میگم و آرزوی موفقیت میکنم، آرزوی خوشبختی میکنم و آرزوی زیره میکنم که از تمام گزند حوادث روزگار در امان بمانین. همه شما خوش و خوشبخت باشین. تا دیدارهای بعد هر کدام شما را من هم به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. موفق و کامگار باشین. ډیر زیاته مننه. سلامت شئ. تاسو ته په چارو کې هم بریا غواړم. ښه وخت لرئ.